بیماری تب مورقه یا تب روده‌ای از جمله بیماری‌های شایع در مورد بیمارانی هستند که به شفاخانه انتونی مراجعه می‌کنند. در این رابطه معلوماتی را از دکتر کنشکا می‌شنویم. اول باید گفت که مورقه یا تایفوید فیور یا انتریک فیور چی نوع یک مرض است. باید اول این را مردم بفهمند. تایفوید فیور یا انتریک فیور یک مرض تبدار است که همراه با دلدردی همیشه یک جا می باشد. در مجموع خود بسیلی که سبب مورقه یا تایفوید فیور میشه بسیل گرام منفی است که در مجموع در حدود 2300 نوع علمی بسیل که به نام سلمانیلا تایفی یاد میشه تا هنوز تشخیص شده پیدا شده، که البته این تمام از این برای انسان ها نمی باشد، بلکه 200 نوع از این بر انسان هاست و باقی ماندهش برای حیوانات می باشه. این 200 نوعی که مرض سبب تولید مرض نزد انسان ها میشه، این از جمله 200 نوعش 200 نوع دو نوعش بسیار زیاد است. مثلا سلمانیلا تایفی و سلمانیلا پارا تایفی سبب تب مورقه یا تب روده‌ای میگن و یا به اصطلاح تیبیش انتریک فیور میگن میشه، که این انتریک فیور شکل انتقالش از یک شخص به دیگر شخص از طریق دهن بسیار زیاد کم است، ولی شکل انتقالش پیش اشخاصی که غذاهای آنها منتن بوده و یا آب آشامیدنی آنها منتن به بسیل انتریک فیور یا تایفوید فیور می باشه زیادتر می باشه، و همچنان نزد او کسایی که در لابراتوارهای جهت تشخیص این مرض کار میکنند پیش از او اشخاص همی انتریک فیور زیادتر دیده میشه. برای فامیلا باید یک مقدار گفته شود که جهت جلوگیری از این مرض باید قسمت خوردن غذا توجه خاص داشته باشند که غذایشان منتن نباشند، خصوصا زیادتر سبزیجات و ترکاری باب به این میکروب مبتلا می باشند و میتونند به خاطر پاک نگه داشتن از یا خوب شستن از یا از کلورین استفاده کنند، و همچنان آب آشامیدنی که اینا استفاده میکنند، اگر آب آشامیدنیشان صحیح نمی باشه و یا پاک نمی باشه میتونن از آب معدنی کلورین جهت پاک ساختن از او استفاده بکنند. قسمی که از نام همین مریضی معلوم است که این مریضی انتریک فیور یا تایفوید فیور یا تب مورقه را به اصطلاح عامیانش تب روده‌ای هم یاد میکنه، یعنی به این معنا که پیش مریض بر علاوه که تب موجود می باشد درد شکم هم موجود می باشد. این دو اعراض یکی از اعراض تشخیص کننده مریض از لحاظ کلینیک می باشد. بر علاوه از این پیش مریض جاندردی، سردردی، کسالت، بی‌اشتیایی، استفراغات، حتی در بعض حالات نزد مریض اسهالات هم موجود می باشد. اگر این مریض ها با وقتش به دکتر مربوطش مراجعه نکنه امکان داره امی میکروبی که یا امی بسیلی که در روده ازی موجود است سبب پریتونیت به اصطلاح تیبیش و به اصطلاح عامیانیش میتونه سبب سراخ شدن خود روده های ازی مریض شود، که میتونه پیش مریض اختلالات وخیم داشته باشه. تا رو مثال اینی مریضه که ما حدود 4 ماه میشه که متکرر تب داشته و مریض درد بطن داشته، پیش دکترهای مختلف مراجعه کرده. در مثال اینی مریضه که ما فاطمه نام داره از چارقلای وزیرآباد آمده، ای بر علاوه از این که تب دوامدار متکرر داشته، درد بطن داشته، ای یک مدت زمان هم پیش دکترهای مختلف مراجعه کرده، دوای مختلف گرفته، انتیبیوتیک گرفته، انالجیزیک گرفته، ولی تشخیص قطعی از این مریض به صورت عموم بر علاوه از این که کشت کلچر خود سلمانیلا تایفی و پارا تایفی میشه دیگه تشخیص های دیگه لابراتواری صحیح نیسته، با او کشت تا هنوز برزی صورت نگرفته بود و انتیبیوتیک مختلف گرفته بود، و یکی از دلایل که باید کشت صورت بگیره پیش از او باید مریض هیچ انتیبیوتیک نگیره تا هم بسیل به صورت صحیحش به صورت درستش در کشتش دقیق معلوم شود که آیا سلمانیلا تایفی یا پارا تایفی است و یا نیست. در سر قسمت وقایع از این مرض باید بگویم که در مجموع قسمی که در قبلا هم ما صحبت کردیم وقایع از این مرض، چون این مرض زیادتر در آب آشامیدنی و در مواد غذایی
رشد میکنه و تکثر میکنه و از اون طریق به انسان ها انتقال میکنه. بنابراین ضرور است که تا برای فامیلا گفته شود در قسمت خوردن غذای خود بسیار زیاد توجه کنند. سبزیجات و یا ترکاری با بیره که یا استفاده میکنن باید قسمت شستشوی از اونا بسیار زیاد توجه کنن، از محلول کلورین استفاده کنن و یا آب آشامیدنی اونا اگر احیانا صحیح نمی باشه میتونن که او را فیلتر کنن و یا توسط کلورین او را تصفیه کنن بعد از او را استفاده کنن. و کسانی که مسافرت میکنن از یک جای به دیگر جای میرن به اونا باید گفته شود که چیز مهم در قسمت خوردن غذای اونا باید غذای خود ببینن که از لحاظ صحیح است و یا نیست. یگانه چیزی که در قسمت تداوی امراض رول داره بیشتر از تداوی وقایه است، یعنی وقایه بر علاوه از اینکه ارزان است، آسان است، بیتاوان است. یعنی اگر کسی بتونه خود وقایه بکنه او به مرض سردوچار نمیشه. پس به مرض که سردوچار نشد پول از او مصرف نمیشه. و همچنان اینطور نیست، هر دوایی را که هر شخص استفاده میکنه به خاطر یک مریضی بر علاوه از او که او فایده داره همقدر عوارض جانبی دیگر هم داره. به او خاطر وقایه بهتر است، ارزانتر است، آسانتر است. در قسمت حفظ صحه خود تمام فامیلا باید توجه جدی کنه، خصوصا اطفال خود نباید توجه کنن که بعد از اینکه تشناب میرن در قسمت شستن دست هایشون با صابون بیخی یک امر ضروری است که باید ایره اجرا بکنه. چیزی که بسیار زیاد مهم است برای از این مریضی که این مریضی باید تشخیص تفریقی شود با مریضی های دیگر تبدار. مثلا بر علاوه از اینکه در تب مورقه یا در تایفوید فیور تب و درد شکم و کسالت و بیشتیایی و زوفیت موجود می باشه، در امراض دیگر هم مثل ازی مثلا بروسلوز هست یا مریض های ملاریا هست میشه این امی رقم اعراض داشته باشه. به او خاطر پیش مریض یگانه چیزی که تشخیص کننده است تست لابراتوری، کشت کلچرش و این تشخیص کننده است در پیش ملاریا مریض های تایفوید فیور. و مریض باید به وقت زمانش به پیش دکتر مراجعه کنه. قبلا هم گفتم بر علاوه از اینکه مریض با تب و سردردی و کسالت می باشه یگانه چیزی که پیش مریض موجود است او درد شکم است، یا چون از نامش پیداست که درد روده است درد شکم است. اگر مریض به وقت زمانش پیش دکتر مراجعه نکنه پیش مریض یک پریتونیت یا به اصطلاح تیبیش است یا اصطلاح آمیانش که روده از این ربچر میکنه یا روده از این سوراخ میشه، این مریض باز مربوط جراحی میشه که ایره دوباره بدوزه و این اختلالات دیگر پای هم داشته باشه. و مریضایی که زیادتر با این مشکوک میشن مریضای ملاریا و بروسلوز است که این باید تشخیص قطعی شود.